سلام به پندار خوش اومدین من هانیه هستم و این پاورقی قسمت 42 سریال عروس جدیده آیشه که خیلی از حرف هم اصد ترسیده به آشپزخانه می و تا آب بخورد افت فکر می کند آیشه گرست نست و جلو می و به او میگوید کمی سر کند افتار نزدیک است آیشه با وحشت میگوید الان می تا ما را مجازات کند آسیا و متبر به آشپزخانه میروند و دست آیشه را میگیرند و او را با خودشان میبرند در ایوان خانه آسیه به آیشه میگوید مگر دیوانه شده کم مانده بود همه چیز را به عروس ها بگوید آیشه به حرفهای او توجهی ندارد و با ترس میگوید آنها همه جا هستند و دارند ما را نگاه میکنند بعد رو به فضای خالی میگوید تقصیر او نیست او آدم قانعی است و همه چیز تقصیر هووهای اوست آسیا و متبر که این حرفها را میشنوند یواشکی میروند و او را تنها میگذارند نازگل از مسافرت برمیگردد بلا از او میپرسد چرا زود برگشتن نازگل جواب میدهد میخواسته اولین افتاری را کنار خانواده باشد نازگل که هنوز از افت به خاطر اینکه نازایی بلا را به آیشه گفته دلگیر است به او بیمحلی میکند هر سجاری به کمک هم مشغول آماده کردن افتار می شود. مادر بلا وارد آشپزخانه می شود و نازگل از او میپرسد چی دوست دارد تا برایش درست کند چون مادر بلا مادر او هم هست. در حیات مردها میز و صندلی چیدند و بلا مشغول چیدن سفره است بلا حازار را بغل میکند و میگوید از اینکه همه اعضای خانواده دور هم جمعند خیلی خوشحال است بابا کورکوت که هنوز هم فکر میکند سرباز است در طرف دیگر میز ایستاده و حاضر نیست بنشیند پسر اصلان از گرسنگی بیتاقت شده و منتظر از است اصلان به پسرش میگوید برود و به مادرش بگوید که به او غذا بدهد ولی او میگوید روز است آیشه پرچم سفیدی در دستش دارد و مدام با خودش حرف میزند او نالهکنان میگوید مقصر نیست و او را ببخشند بعد از آنها اجازه میخواهد به اتاقش برود و سوسیس هایش را بردارد آیشه به اتاقش میرود و میبیند سوسیس و کالبازهایش هیچ کدام نیستند او بیشتر میترسد و فکر می کند جنها برای مجازات او غذاهایش را بردند بابا کورکوت که گرست نشده بلندگو را میآورد و شروع به گفتن اعظام می کند. آیشه ناگهان به سفره حمله می کند و شروع به خوردن می کند و آقا قلندر به موقع نمی تواند او را متوجه کند که آن نگفتند. بابا کورکوت هم بعد از ازان گفتن سر میز می نشیند و شروع به غذا خوردن می کند. بالاخره وقت افتار می شود و اعضای خانواده قلندر و والدین بلا دور میز می نشینند و افتار می کند. بعد از غذا آقا قلندر و مرتا به مسجد می روند. وقت خواب می شود و هازار و بلا آماده خوابیدن می شوند. بلا از هازار می پرسد آیا داروهایش را خورده است؟ هازار می گوید بله اما بلا متوجه می شود او داروهایش را نخورده و به اصرار داروهایش را می دهد. آسیه و متور در اتاق آیشه نشستند و سعی دارند او را آرام کنند. آسیه او را می بوسد و می گوید بخوابد و فردا همه چیز درست می شود. متور هم به او شب بخیر می گوید. آیشه به خواب خوشی می رود که صدای باز شدن پنجره او را بیدار می کند و او از جا می پرد و فکر می کند باد پنجره را باز کرده و دوباره پنجره را می بندد. ولی ناگهان می بیند تلاها روی میز هستند. او از اتاق بیرون می دود ولی با ترکمه که به صورتش ماسک زده روبرو میشود می شود و وحشت زده به سمت حیات می دود. اما در حیات یک موجود خیلی قد بلند را می بیند که چشمهایش مثل چراغ نور می تواند. آیشه همانجا از ترس بیهوش می شود. ممنونم که با من همراه بودید. خدا نگهدار.